عیسی مسیح. خداوند گوش های روحانی ما امروز باز باشه. قبل از اینکه شروع بکنیم، مطمئن هستم که ایزان امروز آمدیم اینجا که فقط جلسه باشه، می آمدیم که چیزهایی را بشنیم و ببینیم و با خود بگیریم و برگردیم به طرف زندگی ما. آمین. میگه در حسرت دیدار تو آوارترینم، دریغا که تا خانه تو فاصله نیست. آواره، سرگردان، دنبال چیز میگرده که نمیفهم کجاست. دریغ از این که کاملا نزدیک است، مثل کلام خدا میگه که از مردم که چشم به ما نزدیک تر، از نفس به ما نزدیک تر است. و چرا ما باید آواره ترین باشه؟ نمیدونم ایزان چشمای ما چی را میبینه، کجا میگرده، چی را میبینه. مزمور 131 میگه که چشمان من از آسمان ها دوخته است و این آنت من از آسمان میاد. ما چی را میبینیم در این دنیا؟ چی را خواهد دیده؟ وقتی عیسی مسیح در صلیب بود و همون زمانی که چوب صلیب می آوردن به طرف بالا، خب مسیح فاصله بین زمین و آسمان بود در صلیب. و در این فاصله عیسی مسیح یک قلب داشت در خودش، یک چشمان داشت در صورت خودش یا در بدن خودش. چی فکر میکنی؟ عیسی مسیح با کدام قلب این مردمی که اونا رو صلیب کشانده بود میدید، یا شاگردان، یا پولس که در دورا شاید بوده باشد یا وشکی نگاه میکرده، یا پتروس که به اصطلاح انکار کرده بود مسیح خودش را، و مردمانی که فریاد زده بودن که مسلوبش کنه. عیسی مسیح با چی چشمانی با اونا نگاه میکرد؟ چطور اونا رو میدید؟ آیا فکر میکرد که باید قلب پر از کینه و نفرت، باید چشمان از قبر آمده بذار صلیب اگر میامدن پایین با شما کار داشت؟ امیر میگو برعکس، با چی محبته، با چی عشقه، با چی دیده و مردم نگاه میکرد. من اینجا هستم تا شما امروز اینجا باشیم. مسیح رفت اونجا تا ما امروز اینجا باشیم. پس این یک دید از مسیح بود برای آینده، برای امروز من. دید و درد داشت، احساس داشت. ما نمیم که چی را میبینیم و چی را احساس میکنیم. به هر حال ایزان کلام خدا برای ما درس و تعلیم دیگه داره و من این باید از اول آماده میکنم. به هر حال ما اگر به چشمان خود ما نگاه بکنیم یا توجه بکنیم، یکی از اساس ترین قسمت وجود ما است، درست؟ چشمان ما همیشه همه چیز را میبینه. از صبح که از خواب بلند میشه در طول روز هزاران هزار چیز را میبینه، تا شب که دوباره برای آرامیدن چشمان ما را میبنده. در این فاصله در زندگی با هزاران چیز سر میخوریم در زندگی، هم چیز خوب هم چیز بد، چیزایی را میبینیم. و من هم اینکه با این دیدن ها چقدر درد میکنیم، چقدر خوب است، چقدر بد است، چی قابل دیدن است، چی قابل دیدن نیست. چرا این دنیا پر از مسائل گوناگون است و ما چیزهایی را میبینیم که نباید ببینیم. چیزهایی است که دلربا، دلترش، جذاب. از نظر جسمانی و انسانی ما وقتی بهش نگاه میکنیم بسیار زیباست، بسیار زیبا. و دل ما کشیده میشه به طرفش که بریم ببینیم.
میخواییم ببینیم و اگر ببینیم هم نگاه میکنیم باش بسیار بسیار بر ما دلپسند نه غافل از اینکه در پشت چیز دیگه است. اگر بر عمق موضوع متوجه شیم یا اگر در آینه متوجه شیم نباید به چیزا نگاه میکنیم. پس اگر توجه بکنیم به کلام خدا، کلام خدا درسهای رو برمون داره و این چشم است که مسیر زندگی ما را تعیین میکنه اگر به کلام خدا توجه بکنیم. اما گذشته از همه اینا ما دیروز جایی بودیم برای این موضوع فکر میکردم تو خوزن خانمای عزیز و هم چشمان زیبایی که داریم وقتی که به شاپل میریم به خرید چیزه که نمیکنم که از چشم خانم ها چیز مخفی مانن، همه چیز را پیدا میکنن، همه چیز را میدن طرفش میبینن و اصلا خانم هایی که میخرن حتی مردم این هستن میخرن میادن در خانم هایی که نگه میدارن بعد از یک سال منوز را استفاده نمیکنن. بعد از یکی دو سال شاید بگه او من یک وقتی را گرفتم الان یا کمی تنگ شده یا گشاد شده یا مودش رفته برها، ولی خدا را شکر که از چشمشان یه چیز خطا نمیخوره، حتما این را میبینن. ولی کلام خدا چی میگه برای ما؟ کلام خدا برای ما این دست را میده که هر چیزی را که در زندگی ما میبینیم بسیار دقیق باید به اون توجه بکنیم، بسیار دقیق ببینیم، بررسی بکنیم، مثلا دوتا چهارتا بکنیم ببینیم آیا ارزش از یه داره که داشته باشیم از ما باشد یا نه، یا ایست که عمل ازه که در نظر ما خوب آمد یا در پسند بود یا کمره زیبا و قشنگ بود زود بگیریم و او در از خود بسازیم. چی بهتر است که ما از در مسیر زندگی از کلام خدا هدایت بگیریم، چون کلام خداست در ما چشم دید درست میده. کلام خداست، عیسی مسیح با قوت روح القدس است که ما را هوشیار میسازه. ما در کلام خدا میخوانم اگر ما هوشیارتر و از کبوتر بیدارتر باشیم. من فکر میکنم بعض اوقات در بعضی چیزا هوشیاری داریم که نباید داشته باشیم، که باید فروتن باشیم، اما بعد در بعضی جایا که باید هوشیار و بیدار باشیم اما بعض اوقات چشمان ما خواب‌آلود است. من آیت از کلام خدا بخوایم است مقدمه بگذاریم. کلام خدا در کتاب مزمور 119 آیه 17 تا 19 رو میخوانم جدمن است. بله صحبت من رو آیه 18 و آیه 37 است که این آیه در کل ترکیب از دعا و کلام خدا است. از کلام خدا است که وابسته است به دعای ما که ما این کلام را با دعا از نزد خدا بخواهیم. و اگر کاملا توجه میکنیم به این آیات متوجه میشن در این آیات سه اصل بسیار عمده است. بین آیات رو مرور بکنیم. میگه با بنده خود احسان دارم و تازنده شدم و کلام تو را حفظ نمایم، چشمان مرا بگشا تا از شریعت تو چیزهای عجیب ببینم، من در زمین غریب هستم، اوامر خود را از من مخفی مدار. ما در زمین غریب هستیم، یک مدت رسیم در اینجا با من کار داره؟ و بعد از درسر می کنند در این زمین غریب است. بالاخره او جایی که برش خواسته شده ما تعیین شده و آماده شده برای ما در بالا منزل بسیار است نزد پدر عیسی مسیح برای ما، شما جای آماده شده تا برگردیم. اما در این دنیایی که فعلا هستیم چی باید کنیم؟ میگه چشمان من را بگوشم تا چی بکنم؟ تا از شریعت تو چیزهای یاد بگیریم. شریعت خدا چی است؟ شریعت خدا قانون خدا، شریعت خدا معیار قدوسیت خدا، شریعت خدا امو درسهای خدا، شریعت خدا امو گفتهای خدا، تعلیم خدا، رهنمایی های خدا است برای ما. اگر ما در زندگی و در کلام مقدر خداوند راه زندگی ما را پیدا نکنیم در هیچ جای دیگه نمیتونیم پیدا بکنیم. این کلام خداست، این رهنمایی های خداست، این تعالیم خداست مطابق کلامش که ما را چی میکنه؟ رهنمایی میکنه و چشم دل ما رو باز میکنه. در جای دیگه فکر نمیکنم ما بتانیم راه درست زندگی رو پیدا بکنیم. از لحاظ اخلاقی در زمین خیلی درس ها بوده است. دکتر روانشناسی هم برای ما چیزهایی رو میگه. معلمین ما در مکاتب یا مدرسه هایی که درس خوانیم خیلی سال برای ما یاد دادن. پدر و مادر هم چیزهای خوب برای ما یاد دادن. از دوستای خوب هم چیزهایی یاد میگیریم. اما چیزی که کلام خدا برای ما اینجا فریاد داره نویسنده
و میگه که چشمان من را باز کن، چشمان من را بکشا تا شریعت تو یاد بگیرم، تا چیزهای عجیب، تا چیزهای عجیب ببینم، چیزهای عجیبه که در زندگی ما شما الان شاید تصورش را نمیکنیم، شاید چیزهایی را ببینیم در زندگی که تصور نکنیم این چی هست. همون صحبت اول کردم، چیزهایی را میبینیم که نباید ببینیم، چیزهایی که باید ببینیم بعض اوقات نمیبینیم. و اگر چیز عجیب در کلام خدا میبینیم، چیز عجیب اگر میخوایی ببینی و نگاه بکنی به او آگاه، این کلام خداست. کلام خدا برای ما تعلیم میده، چیزی من برای شما میگم شاید در نظر شما عجیب باشه، گوش نشنیده و چشم ندیده، ما چیزهایی را میبینیم در کلام خدا که هیچ وقت تصور نمیکنیم. این چیزی که من میگم اگر شما عمیقا در کلام خدا مراجعه بکنید مطمئنا با من موافقه میکنید که بله چیزهای عجیبی هست، عجیبه که هنوز تا امروز گوش ما نشنیده، واقعا چشم ما ندیده. خیلی از واعظین این حرف رو گفتم، من هم میگم و این در صداقت میگم و از داره که اینجا زیاد کلام میخونم من با ما موافق هستم. هر قدر کلام خدا را میخوانیم چشم ما را عمیق در صفای کلام در کلمات کلام خدا میدوزیم، تعمق میکنیم، در عمق کلام تفکر میکنیم، چیزهای عجیب ازش میبینیم، چیزهای عجیب درش میبینیم که واقعا شاید امروز از هیچ وقت در ذهن ما خطور نکرده. و وقتی که ما اینجا ببینیم نویسنده این مضمون با یک فریاد میگه که کلام تو را یا شریعت تو را میخوانم و در آیات قبول نمیگم، کلام تو را در دل خود مخفی میدارم تا نسبت به تو چی کنم؟ گناه نورزم. کلام تو برای قدم های من چراغ و بر های من نور است. و این چطور چراغ و نور کلام خدا را ما فقط در شنیدن، اگر تنها در شنیدن است پس خدا میتونست مثل مظاهر و ادیان دیگر از یک طریق صحبت بکنه، اما چرا عیسی مسیح بر زمین آمد؟ تا مستقیماً با من تو صحبت بکنه. و ما در عیسی مسیح میبینیم در زمین مستقیم با ما راه رفت و انسان راه رفت نشست غذا خورد و سفره نشست و کارهایی که عیسی مسیح در زمین کرد. قدرت کلام خدا چهره زیبای خداست برای ما. اگر ما چهره زیبای خدا و فیض مسیح و قوت روح القدس ما ببینیم، دریافت بکنیم و کلام خدا تعمل بکنیم، چشم ما با کلام بدوزیم و رفت بزنید کلام را کلمه بر کلمه، جمله بر جمله، نقطه بر نقطه بخوانید. فکر میکنم یکی در کلام خدا تعمق کردن و خواندن است، یا راحت‌تر بگم یکی مطالعه کردن است، یکی مرور کردن. ما بعض اوقات کلام خدا رو مرور میکنیم، نه بعض اوقات، اکثر اوقات. من که اکثر اوقات مرور کردم کلام را، خصوصا اگر خواسته باشه به موضوع کلام آماده بکنم، فقط چند تا آیه را در حافظه نسیار دعا میکنم، از خدا میپرسم، یا تجربه که بعض اوقات از آیات داشتیم اونا رو قدر مرور میکنم. اما بعض اوقات نه، بعض اوقات فکر میکنیم بهتر است که در اون کلام با عمیق مطالعه بکنیم، عمیق مطالعه بکنیم. چرا؟ وقتی میگیم سه اصل در این آیات نفته است، یا در سه اصل در این آیات است، این هم میتونیم که از خود آیات متوجه شدیم زمانی که اجازه میدیم چشمان ما کلام مقدر خدا را درست ببینه، درست با چشم روحانی، با چشمانی که واقعا اون چشمانی که خدا بر ما عطا کرده در کلام خودش، برای کلام خودش. وقتی نگاه میکنیم اتفاق عجیب در زندگی ما میفته، همون عجیبه که در آیه نویسنده میگه، اما عجیب در اون لحظه در وجود ما، در درون ما، در فکر ما میگرده. چرا؟ چون این تغییر و تحول در بنیاد ما اثر داره، زندگی ما را، فکر ما را، رفتار ما را، قلب ما را، گفتار ما را، دید ما را دگرگون میکنه. خلاصه ما را از بنیاد دگرگون میکنه، از بنیاد دگر میسازه، کاملا از کسی دیگه میشه. ما شنیده من میشه میگه هر کسی در مسیح از سلوکت تازه است. خب مسیح این است، مسیح کلام خدا است، کلام خدا زنده شد، کلام خدا اینجا است. ما با کلام خدا، با خدای خود ما در تماس داریم و در تماس هستیم. خدا با ما حرف میزنه، ما با خدا حرف میزنیم. خدا رو شکر که ما در دین مذهب نیستیم که ارتباطات ما یک طرفه با خدا باشه. ارتباطات ما دو طرفه است. ما با خدا حرف میزنیم، خدا با ما حرف میزنه. ما با زبان گوشتی و جسمانی انسانی با خدا حرف میزنیم، ولی با دید روحانی یا
یا با ایمان روحانی یا با اعتماد به اینکه عیسی مسیح میشنوم و خدا میشنوم پدر میشنوم و پدر یا خداوند منم با این با من حرف میزنم یا غیر میزنم. پس اینه باید دقیق نگاه کرد بارش. آیه 30 وقت خودر زیبا میگه از آیت باب 119 میگه چشمانم را از دید بطالت بگردان، چشمانم را از دیدن بطالت بگردان و در طریقهای خود مرا زنده ساز. اینم نتیجه عمیق در کلام خدا، اینم نتیجه عمیق دیدار دیدن کلام خدا زیباست. از اینکه زیبایی شگفتی عظمت و آن شکوه جلال خدای ما را ببینه و کلامش توجه بکنه. کلامش وقت توجه میکنیم از بطلاتای دنیا ما را جدا میکنه، دور میکنه، فکر ما را دور میکنه، دیل ما را دور میکنه. مطمئنا وقتی که تصمیم میگیره که ما با خدا زندگی بکنه و کلام خدا در من شکل میگیره، بقید چیزایی که در دنیا از خدا نیست، برای خدا نیست، برای جلال خدا نیست، شایسته زندگی یک مسیحی نیست، این بطلات ها زندگی ما دور میشه. چشمانم را از دیدن بطلات بگردم. اگر ما از کلام خدا این را نیاموزه، چشمان ما در دنیا خیلی چیزای عالی نبیشه. در اول خیلی چیزای عالی است. ما دور نره در این شهر زندگی میکنم، در این مکانی که هستیم. مکان منظورم از کلیسای شما، جایی که زندگی از خانه تا محل کار، از محل کار تا دیدن دوستان، از دیدن دوستان تا برگشتن به خانه، همه اینا در این مسیر را چیزهایی را می‌بینیم. بطلات‌هایی است که عزیزان ما را به طرف جهنم راهنمایی می‌کنه و این است که چشمان خدا ما را باید در طریق خداوند آماده بکنیم. در طریق خداوند و در طریق‌های خود ما را زنده گردان. در طریق‌های خود ما را زنده گردان. اگر به این توجه به زنده گردم، پس اگر من نور من زنده است، من از جسمانی راه میرم، حرکت میکنم، چطور میتونم زنده باشم؟ من فکر میکنم که اگر کسی در عیسی مسیح ایمان نداره و روح خدا در زندگیش عمل نمیکنه، مرده یا بگم جسد متحرک، روح متحرک، روح مرده متحرک، چیز دریافت نمیکنه، همه بطالتهای زندگی را زود دریافت میکنه. دوم، بدون یاری خدا، خدا و کمک روح القدس هیچ کس قادر به دیدن شگفتی های خداوند نیست. به طور طبیعی با چشمان جسمانی و انسانی خود ما اگر بخواهیم که حتی ایمان خود ما را ببینیم، حتی اون زیبایی های خدا را ببینیم، حتی مفهوم صلیب، مفهوم این میزی که اینجا جلوی ما گذاشتگی است، مفهوم زندگی روحانی و تمام در کل در مجموع تمام زیبایی ها و عظمت خدا را نمیتونیم ببینیم اگر بخواهی با چشم انسانی به جسمانی ببینیم. چشم انسانی قادر نیست عمق محبت خدا را بر ما نشان بده. یه چی میگن که چشم عاشق کور است، ولو در خصوص فکر کنم که احساسات انسانی است، ولی در رابطه با عشق، با ارتباط با خدا و معشوق عاشق خدا و این دیگه باز کاملا فرق میکنه. این ارتباط، این دیدن فرق میکنه، این چشمان فرق میکنه. او دیگه با چشم فیزیکی نمیخواید، او چشم روحانی میخواید. همه باور دارم اگر به عمق این کلام توجه بکنیم و به خود ما، به زندگی خود ما، تو امروز که اینجا نشستیم یا به نظر گوش میکنیم، میبینیم، فکر بکنیم آیا ما دید ما نسبت به زندگی ما، زندگی روحانی ما چطور بوده؟ چنان باید زندگی داشته؟ عیسی برای من کی است؟ من برای عیسی کی است؟ خدا برای من چی کرد؟ من برای خدا چی کرد؟ کلام خدا برای من چی میگه؟ اینا را فقط در مرور، در تفکر، در اندیشه یا واقعا در عمق کلام خدا، خدا را نگاه کردن و دیدن. ما بعض اوقات در بیمارستان ها بودیم، دیدیم یا خود ما بستری بودیم، مریضی داشتیم و کسی را دیدیم که یا دکترها که بیهوش میکنن انسان را، خود این موضوع باید جرعی شد و باید بیهوش شد. ارگانیزم بدن کار میکنن، فعال است، زنده است، ولی چشم نمیبینن.
احساس نداره، درک نداره. مانند یک جسد روی تخت افتاده، گرچه یک قسمت از بدن فعال از کار میکنه، ولی با چشمش یک چیز را نمیبینه. دکتر نمیبینه چی کار میکنه، دکتر چطور جراحی میکنه، چطور قلب باز میکنه، چطور جگر باز میکنه، چطور مثلا عمل جراحی انجام میده، او را نمیبینه، نه احساس میکنه، نه درد میکنه. ولی بدنی که کاملا بیدار است، ولی اگر یک چیزی در ببینه زود متوجه میشه که چی هست. و این بیداری رو اگر ما در رابطه با زندگی روحانی و کلام خدا ببینیم چی. و من هم میدانم که برای ما به بایزان که جا هستیم کلام خدا چقدر تا به امروز نه چشم دنیایی بلکه چشم دنیایی ما رو باز کرده. در هنگام مطالعه کلام خدا، این خداست که روشنگری آسمان برای ما میده، در صورتی که به طلبه ما بخواهیم. خدا میخواهد ما جراحی بکنه، ما جراحی ما با چشمان باز باشه. خدا میخواهد ما با چشمان باز رو ببینیم، با چشمان که خودش روشنگری برای ما داده ببینیم، نه این که آن چیزی که احساس انسانی ماست. اگر به احساس انسانی خود میدیدیم، پولس هم دید. پولس مرد بسیار با غیرتی بود، بسیار دین و مذهبش را دوست داشت و با چشمان مذهبی همه چیز را نگاه میکرد. ولی تا کی؟ تا چی وقت این حالت انجام گرفت؟ تا زمانی که خداوند عیسی مسیح پولس را ملاقات کرد. سیلوس سیلوس چرا به من جفا میرسی؟ در این ملاقات چشمان پولس چی میشه؟ باز میشه. اینجاست که عیسی مسیح وقتی که میبینه خداوند رو در ملاقات میکنه و روشنگری آسمان به پولس داده میشه، پولس ببینید که به رسول خدا تبدیل شد و کاری که انجام داد. این چطور صدق میکنه در زندگی ما؟ آیا ما مسیحیت و ایمان ما را و همین آمدن کلیساهای ما را و سهم گرفتن در جلسات و حتی سمینارها و حتی دروسهای الهیاتی و اینا به عنوان یک مذهبی، به عنوان یک مذهب میبینیم، یا به عنوان از این که ما در این ارتباط و در این بودن ها با خدا یکی هستیم؟ پولس فکر میکرد برای خداست، ذهنش با خدا بود، ولی فکر میگم قلبش نبود، احساسش بود، قلبش نبود، جسمش بود، چشمش نبود. کنم خدا که در این نمه که چشم داره میبینه، نمیبینه، گوش داره نمشنمی. پولوس گوش داشت، نشدی، چشم داشت، نمیدی. ولی بعد از ملاقات بود که هم چشم داشت، پولوس هم گوش داشت. حالا ما، من توی که جانش رسیم چی؟ آیا واقعا امروز گوش ما باز است؟ آیا واقعا چشم ما باز است؟ یا این پیام چشم ما را باز میکنن؟ ما در زندگی روحانی این مشکلات را می داشته باشیم، بعد اوقات پیش میاد. با خدا هستیم و خدا را نمی بینیم، درک از این را نداریم. چرا؟ دنیا و مشکلات دنیا قدر غلبه می کنن که چشمان ما را اگر فلس می گنید، می گنید یک پرده می گنید. ولی اگر عیسی مسیح مثل بارتاموس بخواهید شفا بده و شفا را ما چطور دریافت بکنیم؟ که در نریم در حضور عیسی مسیح داد نزنیم، فریاد نزنیم. مسیح پسر داوود و من رحم کن و این رحمت خدا برای ما بیا و چشمان ما باز شده. چرا این حرف را گفتم؟ چون ما بعض اوقات متوجه شدیم که خدای نخواسته بعض از ماها مسیحیت را به عنوان یک مذهب و دین قبول کرده. در فکر ما، در احساس ما، در اندیشه ما فقط یک روش مذهبی بوده. ما از یک دین آمدیم به یک دین دیگر، از جنگ و نمیدانم بلاهای دین و مذهب تمام شده، آمدیم در مذهب اروپایی قشنگ و زیبای دوست داشتنی که همه با موزیک است و با ساز است و با فریاد است و محبت است و از حرفای خوش آینده که درش میشنویم. فقط به اندیشه انسانی را فکر میکنیم. ولی اگر مثل پولس ملاقات شاید از دنبه خدا و
و این ملاقات را بپذیریم که چشمان ما و این پس از چشمان ما انداخته شود دور و ما خدای خودمان را ببینیم. و ما اگر در کلام خدا دوباره میگم تعمق بکنیم، ما جلال شایسته پدر در عیسی مسیح میبینیم و عیسی مسیح ما از کلامش میشناسیم. ایمان شنیدن، شنیدن از کلام خدا، شرح کلام خدا فقط تنها برای شنیدن است، به استثنای عزیزانی که از لحاظ جسمانی نابینا هستند. من دو سه روش ناسم در پاکستان کاملا نابینا است، ولی کلام خدا را کلمه در کلمه هست از شنیدگی و خدا را خدمت میکنند. استثنای در جسم انسانی وجود دارد. یا عزیزی را که چند سال پیش کشتنش تکه تکش کرده در نابینا بود، هفت زبان دنیا را با هفت زبان دنیا کلام خدا را موازه میکرد، تعلیم میداد، کاملا کور بود، ولی کلام خدا را تعلیم میداد. حالا کتابش هست. در کل احتیاج زندگی ما مثل برتماوس ایجاب میکنه که ما بلند شویم از جای ما، بریم و فریاد بزنیم مسیح میخواییم که من بینا شد، میخواییم من ببینم. اگر ما در زندگی ایمانی روش نداریم، اگر ما در زندگی ایمانی همیشه شاید 10 سال، 15 سال، 20 سال، 1 سال، 2 سال، 5 مدت، ما نمیدونم چی مدته، در کلیسا ها رفت آمده، فقط در یک نقطه، در یک صندلی، یک جا نشسته، یک شنبه با هر شکل شده خود رساندیم، کلیسا جلسه عبادتی را بودیم، لذت بردیم، برکت گرفتیم، در کلیسا رفتیم بیرون، متافته اینده دوباره برگشتیم. یک زمان متوجه شدیم به خود آمده که 20 سال، 10 سال، 15 سال از این موضوع گذشت، ولی هنوز هم هنوز در سر جاش باقی مانده. این به خاطر است که پشت سر نیدیم، آینده را توجه برش نکردیم. و باور و اندیشه ما فقط در نمقه بوده که من آمده مسیحی است و خدا شکر و کلام خدا را میشناسم. و بعض اوقات آیات را از طریق بیمه میبینیم در پرده کلیسا. علمی ها با پنج جای بسیار چشم داریم ولی نمیبینیم، گوش داریم ولی نمیشنویم. این در خصوص ایمانداره است که مدت ها مسیحی هستیم ولی آن چیزی که خدا برای ما گوشهای ما ناشنوا شده، چشمان ما نابینا شده، جدا از دیگران شخص خدا، این هایی که شهادت هست در زندگی من. بسیار اوقات بوده در زندگی من کور روحانی بوده، کر روحانی بوده، هیچ چیز نشدیم از خدا و هیچ چیز هم ندیدیم در زندگی روحانی، هیچ با واسه که برکت ها زیاد بوده، کارهای خداوند در زندگی من بسیار عظیم بوده، ولی من چیز زیاد را ندیدم، مختل از این که چشمان من بسته بود. فریاد نزن که چشمانم را ببشم تا فرایضت را ببینم، تا شریعتت را ببینم. این فریاد را نزنیم تا که تا دوباره که سکوت کردیم افتادیم خورده یک درد سر عظیم من پیش آمد. امیدوار شد که امروز در این جلسه ما او جرقه در قلبهای ما باشه، او در زندگی ما وارد شود و این فریادها رو در این جلسه شروع بکنیم که خداوند چشمانم را ببشه، چشمانم را ببشه خداوند تا تو را بینم و شریعت تو را، آن چیزی که هست، ادا بکنم. کتاب دوم تواریخ باب 16 آیه 9 چقدر زیبا برای ما آیه می دهد. چشمان خداوند در زمین ترصد میکنند، میگردند، میبینند. آیا کسی هست که دلش به تمامی بر خداوند باشد؟ چشمان خداوند بسوی من تو هست. اگر چشم خداوند بسوی من تو بشر زمین افتادن نبود، ای همه مسیح تایی نمیکرد میامد زمین. پس عیسی مسیح چشمانش بیناست، اون چشمان زیبای روحانی خود من تو را دید، آمد برای زمین و این چشمان روی زمین میگرده دنبال کسی که قلبش با خدا باشد، قلبش با خدا باشد. آیه 27 اگر بذاری اینجا، آیه 9 از باب 16 دوم تواریخ، دنبال کسی است که دلش به تمامی، نه یک اندازه، نه یک ذره، نه هفته یک بار، نه در یک جلسه عبادتی،
بلکه هر روز به تمامی به نظر من فکر من هر ثانیه زندگی، هر لحظه زندگی، در هر کاری زندگی، چی در محل کار، چی در جمعی من دارم، چی در خانه، چی در بلی دوستان، نمیدونم، در هر جایی که در کره خاکی هستیم، در هر زمان و مکان و لحظه، این آیه نیست اینجا؟ نیست، ببخشید. پس دوم تواریخ باب 16 آیه 9 میگه چشمان خداوند در زمین تدسط میکند، آیا کسی هست که درش به تمامی بر خداوند باشد و وقت خداوند شد؟ به تمامی، کامل، بالکل، تا آخر. چون چشمان خدا میبینه، ضعف‌های ما را میبینه، ناتوانی‌های ما را میبینه، زندگی ما را میبینه، درهای ما را میبینه، دید، خدا دید که آمد. ما در کلام خدا فکر کنم که من روز چند بار در گوگل سرچ کردم ایش پیدا نکردم که چند بار فقط در رابطه با دیدن خدا و ما هستش آیه که مشخص باشه، فقط چندین تا آیه رو از کلام خدا خود مرور کردم، مطالعه نکردم، مرور کردم ازش گذارم. در پیدایش، در خروج، خداوند به موسی میگه من دیدم بدبختی و جفای قوم من آمدن از زمین. عیسی مسیح میگه در انجیل لوقا جماعت را دید و دلش با آنها سوخت. عیسی مسیح پتروس را دید. چندین جای است که کلام خدا میگه که خدا دید. خدا دید و عمل کرد. پس چشم خدا بیننده است. خدا همیشه در هر لحظه زندگی با ما شما فکر کنم که ثانیه نیست که چشم خدا از زندگی من تو دور باشه. غیر ممکن است. غیر ممکن است که خدا چشمش ذره از ثانیه زندگی من تو دور باشه. غیر ممکن است. خدا میبینه. آیا ما تو میبینه؟ آیا فریاد میزنیم چشمانم را بگشا تا تو را بینم؟ قلب را هم بگشا. آیا فریاد من تو است؟ خدا میبینم. ما به چی میبینیم؟ به لذتهای دنیا، با مسائل زودگذر و آنی که در اون لحظه اتفاق میفته، چیزهای بسیار زیبا، خیلی چیزهای زیبا هستند، ولی چیزهای زیبا نه همه چیز، بعضی چیزها را شریر شیطان در زندگی ایماندار عمدن آماده میکنه تا مسیر من به طرف کجا بکشم؟ به مرد، به اوجایی که هدف شیطان است. از چیزهای زیبا، چیزهای خوب، دلکش و دلپذیر و دلپسند را میدارم زیبا ببرد اون هدفی که خودش است. بعضی اوقات دردها در زندگی ما به وجود میاد و این دردها و مصیبتها باعث میشه که از خدا چشمان بکنیم، دور بکنیم و جای دیگر چشم بندازیم که شاید اگر بتونم از اون طریق این موفقیت و خوبی رو به دست بیارم، یعنی نجات، یا یعنی از اون مشکل بیارم بیرون. امروز وقتی که من به این موضوع فکر میکردم آیت از کلام خدا کتاب اعداد باب 21 به یادم آمد. یک دفعه خدا در عالم داده که مار برنجی، وقتی که ما رو برای دیره می سازن قبل از اون کلام خدا می گه که خداوند ما رو می فرسته که نیش بزن و من فصل از این موضوع فکر کردم چون بله این دست است که بعد زندگی من تو خدا می گه که دنیا پر از مارای سمی است با قیافه‌های بسیار زیبا و هر دو زندگی ما رو نیش می زن یک درد یک مشکل می آرد. اما غافل از این که بعداً مار برنجی است وقتی ما به او نگاه میکنیم و او سمبول از عیسی مسیح، صلیب عیسی مسیح که ما امروز به صلیب مسیح نگاه میکنیم. در این دنیا، در این زمین هر درد و هر نیشی که از شریر شیطان و دشمن به ما وارد میشه ما به کجا نگاه بکنیم؟ ما به صلیب نگاه میکنیم. آنت من از کجا میاد؟ از صلیب میاد.
شفای من از کجاست صادر میشه؟ از صلیب. آرامش من از کجا میاد؟ از صلیب. ما با کی ایمان داریم؟ با خدایی که در صلیب جانش را برای من داد، با خدایی که در صلیب از صلیب نگاه کرد من را دید. عیسی مسیح دید که مردم را به صلیب کشاند، گفت پدر اینا را ببخش، چشم مسیح بسته نمی. عیسی مسیح خدایی است که با چشمانش میبینه، با قلبش محبت میکنه، با آغوشش آرامش میکنه، با کارهای خارق‌العاده و فوق از تصور من تو او کارهای انجام میده که چشم من تو ندیده و گوش من تو نشنیده. مرده را شفا زنده کرد، بیمار شفا داد، کور بینا کرد، لنگ خرامان ساخت. همون مسیح در همون صلیب با من تو نگاه کرد، گفت پدر اینا را ببخش. و امروز امو صلیب برای من تو از اون بالا نگاه میکنه، هر مشکلی که میاد، هر نیشی که در این دنیا شریر وارد کرده از زندگی ما، روزگار چپ آمد، روزگار خراب آمد و این مشکلات ها آمد، ما به چی نگاه کنیم؟ بر صلیب. ما شهادت زیاد داریم از عزیزانی که در این حادثه آخر سوریه و ترکیه در این زلزله اون آسیب ایماندار به ما صحبت کرد، تعریف کرد که تماما دلم از درد انفجار میکرد که چطور در همون سختی، در همون مشکلات میگفت عیسی من به صلیب تو نگاه میکنم، همه چیزشو من دست دادم، همه چیزشو. نیش وارد شد در زندگی، دشمن کارش کرد، ولی ایشان به صلیب نگاه کردن. من تو به چی نگاه میکنم؟ من تو به چی نگاه میکنم؟ چشمانم را بگشاد تا تو را بینم. فکر کنم سرود است که پاسور عزیز امروز آماده کردم. بیاین این سرود را با هم پاسور عزیز آماده است. اینها به سرای من اینجا صحبت را تقریبا ختم میکنم و داخل دعا میکنیم که چشم ما به سوی خدا و صلیب عیسی مسیح دوخته شد، باز شد. چشم ما از دنیا کنده شد. از دنیا بسیار لذت های خودش را دارد، ولی این لذت های دنیا ما را به جهنم میبره. بیاین امروز به صلیب نگاه کنیم، با جای نگاه بکنیم که عیسی مسیح من را با عشق و محبت میبینه و جانش رو محبت خودش داره. چشمان من را ببوشم تا تو را ببینم، قلبم را هم ببوشم. هر چیزی که از درون ما میای بیرون با چشم میبینیم، تا از او میای بیرون. تا با چشم نبینیم نمیتونیم را عمل بکنیم. اول اگر کسی با ما جفا میرسه مطمئنان عمل با چشم میبینیم، بعد با قلب خود تصمیم میگیریم چی کار کنیم. آیا دشمنی کنیم یا ببخشیم؟ اگر یک شخص با ما کار نیک انجام میده، اول ما با چشم خود میبینیم، بعد با از درون خود را تصمیم میگیریم که جوابش خوب بدهیم یا بد بدهیم. چشم مهم است، بسیار اساس است. چشم ما کجا را میبینیم؟ بیان بیسم از این سرود با پاسور عزیز یک جای در حضور خدا بسرایم و مانند این سرنده مزمور از این آیا فریاد بزنیم، بسپریم، یعنی اعلان بکنیم، دعا بکنیم که چشمان من را خود بگوشم تا تو را بینم. آمین. مگر ما میخواییم امروز به این اشعار نزدیک شویم، به این میز مقدس. ما میخواییم اول قبل از اینکه بریم به سجود ایزان یک لحظه دعا بکنیم، با دو چیز نگاه بکنیم. اولین نگاه ما امروز به این میز باشه. بین یک لحظه در جایی که ساده است میزاره که در تصویر میبینن، مطمئنن در تصویر این میز هست، یک لحظه به این میز نگاه. این چی هست؟ نه مراسم مذهبی، بلکه نگاه بکنه که خدای من داری برای من جان شد، تا چشم من باز شد، تا اون پرده از مقابل چشم من پاره کنده شد، من بفته پایی تا من خدای من. بعد دوم، بعد بغل دسته ایم اگه نگاهی بکنیم، بگیم تو قد ارزش داری این داره تو، بعد بگیم هم دیگر بگیم تو قد برای خدا ارزش داری، من به خدا قد ارزش دارم این داری میز من رو تو هم بارده کرد. به هم نگاه بکنیم، عمیق در چشمای هم دیگر نگاه بکنیم، بگیم به چشمای هم دیگر نگاه بکنیم با محبت مسیحایی، با مو عشق مسیحایی که خود مسیح در صلیب جانش رو داد و این میز رو آماده کرد. اگر ما از این بدن، از این خون، از این میز، از
میز زندگی ما سیاه و جهنمی است. و هم دیگه نگاه کرده گفتیم که مسیح تو را دوزن، مسیح برای تو جانش رسد، عشق مسیح، این عشق بود که خداوند برد.